حالا میرسیم به در واقع اختلالات مصرف نیکوتین. جالبه توی DSM-4 این اختلالات به اسم نیکوتین بودن. فرض کنید نیکوتین دیپندنس یا نیکوتین ویدرال. ولی توی DSM-5 اومدن اسم نیکوتین رو برداشتن و اسم توباکو رو گذاشتن. راستش بخوام من دقیق نمیدونم چرا این کار کردن، چون نیکوتین خب علمی تره و در این حال یک ماده شیمیایی اختصاصیه، ولی توباکو خب یک فیلد خیلی وسیعی رو تشکیل میده با غلظت‌های مختلف و عوارض مختلف. شاید یه دلیلش این بوده که در واقع اون چیزی که ما در مصرف سیگار، مصرف قلیون، مصرف سنوس، ناس و اون ترکیباتی که ساعت قبل دیدین مواجه هستیم، یک مخلوطی از علائمه که بعضی آشکار نیکوتینه، بعضی آشکار اون ترکیبات دیگر هست و شاید به این دلیل بوده که به این نتیجه رسیدن که اینا همش کار نیکوتین نیست، پس چون مخلوطی از چند ماده است ما به جاش بیاییم این رو به اسم توباکو مطرح کنیم. پس ما با دو تا سندروم یا دو تا دیزوردر در DSM-5 هنگام بررسی مبحث سیگار، دخانیات، نیکوتین مواجهیم: توباکو یوز دیزوردرز و توباکو ویدرال، یعنی محرومیت از توباکو و اختلال وابستگی به توباکو. خب توباکو یوز دیزوردرز، اختلالات ناشی از مصرف توباکو، اگر نگاه کنید 11 علامت ما در اینجا داریم که این 11 علامت رو من سعی میکنم سریع‌تر از روش رد بشم، چون اگر دوستان DVD الکل رو دیده باشند یا DVD اصلا اصول اعتیاد رو دیده باشند خواهند دید که این در همه اونها یکسانه و در واقع هیچ فرقی نداره و اتفاقی که افتاده اینه که فقط ماده رو عوض کردند. میگه الگوی مشکل ساز مصرف دخانیات که همون توباکو هست که منجر به ناراحتی یا اختلال قابل توجه بالینی میشود، شامل حداقل دو علامت از علائم زیر در یک دوره یک ساله. پس این ترم جنرال یوز دیزوردر ها در DSM-5، یعنی در واقع یوز دیزوردر هایی که ما داریم: آمفتامین یوز دیزوردر، آلکوهال یوز دیزوردر، اوپیوید یوز دیزوردر، همه اینها این 11 علامت رو دارن و اگه دو تا یا بیشترش رو برای یک سال داشته باشن میگن یوز دیزوردر رو دارن و مستثنی هستی که سابقا یه ابیوز بود، یه دیپندنس. ابیوز سبکتر بود، دیپندنس سنگینتر بود. اومدن دو تا کرایتریا رو با هم یک کاسه کردن و اسمش رو گذاشتن یوز دیزوردر، حالا اون ماده مخدر یا ماده مورد استفاده و یوز دیزوردر اون، و در واقع همون ادیکشنه. حالا علائم رو یک بار سری براتون میخونم: دخانیات بیش از یا طولانی تر از مقادیر مورد نظر استفاده می شود، میل دائمی یا تلاش ناموفق برای قطع مصرف یا کنترل آن وجود دارد، زمان زیادی صرف تهیه، مصرف یا بهبودی از عوارض استفاده از دخانیات می شود، وسوسه یا میل شدید به مصرف وجود دارد. این شد تا حالا 4 تا. و دوستان عزیز، اون DVD کلیات اعتیاد رو اگر دیده باشید، من اشاره کردم که این 11 علامت که حالا بعضی ها اینو 14-15 تا میکنن، بعضی ها میکنن 6-5 تا، این ویژگی رو داره که تو بعضی مواد بعضی وجوه غالب تره. مثلا شما در نظر بگیرید دخانیات بیش از یا طولانی تر از مقادیر مورد نظر استفاده میشود، خیلی به ندرت سیگاری ها اینو مثبت میگن. یعنی شما نمیگی که آره مثلا من 5 ساعت نشستم دارم سیگار میکشم. سیگار معمولا یه فرجه زمانی خیلی کوتاهی رو میگیره و افراد به صورت روتین اونو انجام میدن. یا زمان زیادی صرف تهیه، مصرف یا بهبودی از عوارض استفاده از دخانیات میشود، خیلی به ندرت اینو مثبت میگن. در صورتی که مثلا تو الکل خیلی ها اینو میگن، میگن آره تمام ساعت این مسته و داره دنبال مشروب میگرده. اگر تو این 4 مورد بخوایم نگاه کنیم کدوم ها تو دخانیات مثبته، معمولا یکی اینه: میل دائمی یا تلاش ناموفق برای قطع مصرف یا کنترل آن وجود داره. خیلی از سیگاری ها میگن سعی کردیم بذاریم کنار و نتونستیم، به دفعات ترک کردیم. حتی دفعات ترک کردن اونا از دفعات ترک کردن هروئین ها بیشتره. حالا خواهیم دید یه چیزی حدود 40% درصدشون در سال ترک میکنن که خیلی رقم بالاییه و
75% همواره تو فکر ترک هستن، یه فکر ترکی براشون میاد، یا وسوسه یا میل شدید به مصرف وجود داره. این معمولا توی دخانیات خیلی برجسته است. خب علائم دیگر رو ببینیم. مصرف مکرر دخانیات که مانع انجام وظایف عمده زندگی در محل کار، تحصیل یا منزل می شود. خب فکر کنم حدس می زنید خیلی به ندرت کسی این کرایتریا رو داره. یعنی مثلا اینکه من دارم سیگار می کشم، اینی که کارم رو مجبور شدم ول کنم یا تحصیل رو ول کنم، خیلی بعیده. یه درصد خیلی کمی هستند که میگن ما مجبور شدیم مثلا شغلمون رو عوض کنیم چون تو اون محل کار نمیتونستیم مصرف کنیم، یا چون هی باید از اون سالن میومدیم بیرون، میرفتیم یه راه دور که سیگار مصرف کنیم دوباره برگردیم، تداخل در واقع اینترفیرنس با شغل ما داشت، و الا به صورت معمول دخانیات این حالت رو نداره. ادامه مصرف دخانیات با وجود مشکلات پایدار یا مکرر اجتماعی یا بین فردی که از مصرف نشأت گرفته یا به واسطه آن تشدید شده است. بعیده کسی به واسطه دخانیات بخواد شغلش رو از دست بده، ازدواجش فرو بپاشه و غیره. پس این هم خیلی کرایتریای برجسته‌ای توی وابستگی به نیکوتین نیست. فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی به خاطر مصرف دخانیات تعطیل شده یا تقلیل یافته است. میدونید تو هروئین این واضحه. هروئینیا میگن که ما سالهاست یه تفریح ساده نرفتیم، سالهاست یه مغازه نرفتیم، سالهاست یه رستوران نرفتیم، یه مسافرت نرفتیم، چون به خاطر اون زمینگیر شدیم. ولی تو دخانیات این برجسته نیست. استفاده مکرر از دخانیات در شرایطی که از نظر فیزیکی خطرناک است. مگه کارمند پمپ بنزین باشی یا توی انبار دینامیت و نمیدونم فشنگ کار کنی که خیلی برات خطرناک باشه؟ در صورتی که میدونی بیشتر الکلیکا این کرایتریا رو دارن، یعنی میگن مسته و اون هوشیاری لازم رو در شرایط خاص نداره. استمرار مصرف دخانیات با وجود آگاهی به وجود مشکلات پایدار یا مکرری که توسط آن ایجاد یا تشدید شده است. اینو خیلی ها دارن. اونی که دکتر میره میگه ببین قلبت در وضعیت خوبی نیست، امکان سکته داری، امکان این هست که سکته بعدی بکشدت، ریت خلطش زیاده، آپلازی داری، دیسپلازی داری، امکان سرطان هست، و باز داره ادامه میده، اینجا شما این کرایتریا رو خواهید داشت. خب دو تا کرایتریای فیزیولوژیک هم داریم، شماره 10 و 11 فیزیولوژیکه. وجود تحمل به معنی یکی از حالات زیر، نیاز به افزایش قابل توجه مقادیر دخانیات برای رسیدن به حالت مورد نیاز یا حس مستی یا اون نشگیش، کاهش قابل توجه از مصرف مقدار ثابت دخانیات، کاهش قابل توجه اثر مصرف مقدار ثابت دخانیات. یعنی یا اون اینتاکسیکیشن افکت رو نداره که سابقا داشت، یا اینی که در واقع اثر کلیش به صورت کامل کم شده. میدونید تو سیگار این کرایتریا معمولا اتفاق نمیفته، و سیگاری ها معمولا روی یک رنج 20 نخ در روز فیکس وای میستند. یه تحمل اولیه دارند، ولی بعد از یه مدت دیگه این به سقف خودش میرسه. ولی این کرایتریا توشون برجسته تره. پدیده محرومیت به معنی یکی از حالات زیر، علائم اختصاصی محرومیت از دخانیات یا مصرف مواد دخانی برای اجتناب از بروز اونها. یعنی یا شما ویدرال رو تجربه میکنی، یا مجبوری استفاده کنی که ویدرال رو تجربه نکنی. خب این چند تا نکته در مورد مصرف کنندگان دخانی. خب چند تا فکت رو نگاه کنیم. اونایی که کرایتریاهای در واقع سیگار رو پر میکنن به قول شما، یعنی توباکو یوز دیزوردر در موردشون مصداق پیدا میکنه. اینم بگم که تقریبا این سیگاریایی که دور و برتون میبینی هر روز سیگار میکشن، خب تقریبا 50% به این کرایتریا میرسن. خب 40% افراد سیگاری هر سال اقدام به ترک میکنند. پس میبینی این شماره که ما اینجا داشتیم در واقع میل دائمی یا تلاش ناموفق برای قطع مصرف تو اینها خیلی برجسته است. 40% سیگاری ها در سال اقدام به ترک میکنند. یعنی اون رقم روز اول ساعت اول یادتونه، 1.1 میلیارد مصرف کننده سیگار داریم. معنیش اینه که یه چیزی شاید حدود 400 میلیون ترک در سال اتفاق میفته، که خب طبیعیه که اکثرش موفق نیست، ولی ما خیلی سریع باید تعداد سیگاریامون از بین میرفت. اما تنها 30% بیش از 2 روز در پرهیز میمانند. اونایی که در واقع توباکو یوز دیزوردر دارن
40% در سال ترک میکنند، ولی وقتی کنار گذاشتن 70% به 48 ساعت نمیرسه. فقط 30% میتونن 48 ساعت رو رد کنند. این آمار مطمئن نیست. و بدون کمک درمانی، یعنی خودت بذاری کنار، موفقیت 1 ماه 6% و 1 ساله 2%. پس این چند تا عدد رو یه جور تو گوشتون بچرخونید، تکرارش کنید که ریهرس بشه. 40% در سال میذارن کنار، فقط 30% میتونن 48 ساعت یا بیشتر پرهیز کنند، فقط 6% میتونن 1 ماه پرهیز کنند، و برای 1 سال رقم به 2% میرسه. یعنی بعد از ترک سیگار فقط 2%شون سال بعد در پرهیز هستند. میبینی از هروئین هم بدتره. تو هروئین میگن این شاید 5 الی 15% باشه. پس میبینی وابستگی به توبکو از وابستگی به مواد افیونی خیلی بیشتره. شاخص های دیگه ای هم در زمینه توبکو یوز دیزوردر وجود داره. مثلا دیدن با سطح تحصیلات رابطه عکس داره و افرادی که زیر دیپلم هستند بیشتر سیگاری هستند. 90% افراد اسکیزوفرنیک و 70% مبتلایان به اختلال دو قطبی یا معتادان به مواد مخدر دیگه سیگاری هستند. اینم یه عدد دیگه است که بهتره در ذهن داشته باشید. 90% اسکیزوفرنیک ها سیگاری هستند، در صورت که جمعیت عادی دیدین بین 20 تا 35 درصده. پس تقریبا میگن 2 تا 4 برابر وابستگی به سیگار در افراد اسکیزوفرنیک بیشتره. 70% معتادان به کوکائین، به مواد افیونی، به هروئین سیگاری هستند و تو اختلال دو قطبی هم 70%. خب این رقم بسیار بالاست، یعنی کوموربیدیتی دخانیات با بیماری های عمده روانپزشکی بالاست. اسکیزوفرنی 90%، بی ام دی 70%. من راجع به این توی این دیویدی دیگه بیشتر توضیح نمیدم و توضیح رو موکول میکنم به دیویدی کوموربیدیتی که توی اون میتونید این مسئله بالا بودن اختلال در اختلالات روانپزشکی، همبودی اختلالات روانپزشکی و سیگار رو اونجا ببینید. خب اما اینو ببینید که کرایتریای DSM با اینی که یک کرایتریای معروفه، ولی تو سیگار معمولا کرایتریاهای دیگری هم مطرح میشه و بسته به اینی که شما از کدوم گروه میای، روانشناسی، روانپزشکی، متخصص ریه هستی، متخصص طب داخلی هستی، معمولا کرایتریاهای متفاوتی رو استفاده میکنی. طب داخلی ها، اونایی که ریه کار میکنن، اونایی که قلب و عروق کار میکنن، به جای اون 11 علامت DSM دوست دارند با کرایتریای خودشون کار کنن، با کرایتریایی که احساس میکنن بیشتر پیشاگهی بیمار رو پیشبینی میکنه و در این حال به متدهای درمانی حساس تره. اونا روشی رو دارن که بهش میگن تست فاگرستروم یا فاگرستروم، تست فور نیکوتین دیپندنس. شما اسم فاگرستروم رو زیاد خواهید شنید، پس اینو بدونید فاگرستروم بیشتر روانی، روانپزشکی نیست، بیشتر طب داخلیه و بیشتر رو جنبه‌های فیزیولوژیک و وابستگی بدنی به نیکوتین کار میکنه. این تست رو فکر کنم شما باید حتما باش آشنا باشید. یه تست خیلی ساده است، تو 3 دقیقه 4 دقیقه میتونی انجام بدی و به شما یه عدد نهایی به صورت یک عدد خام میده که این عدد برای شما قابل تفسیره. این تست از 6 سوال تشکیل شده که هر سوال میتونه 0 امتیاز داشته باشه، میتونه 1 امتیاز، بسته به تعداد گزینه‌هاش داره. سوال 1 رو نگاه کنیم. چه مدت بعد از بیدار شدن اولین سیگار خود را مصرف میکنید؟ این سوال اوله. طی 5 دقیقه 3 امتیاز میاره، 6 تا 30 دقیقه 2 امتیاز میاره، 31 تا 60 دقیقه 1 امتیاز و بعد از 60 دقیقه 0 امتیاز. پس ببینید از نظر اونایی که روانپزشک نیستن، بیهیویوریست نیستن، نمیدونم CBT نمیخوان کار کنن، این یه علامت بسیار مهمه و معتقدن یکی از کلیدی ترین ویژگی های افراد سیگاریه. وقتی از خواب بیدار میشی اولین سیگارتو کی میکشی؟ تو 5 دقیقه اول، تو نیم ساعت اول، تو 1 ساعت اول یا بیش از 1 ساعت اول؟ و از نظر اونا اگر شما تو 5 دقیقه اول میکشی خیلی بده،
سه امتیاز میاری. اینم بگم هر چی امتیازت بالاتره یعنی وابستگیت به نیکوتین و مواد دخانی بیشتر هست. ما به کرات با این داستان اینکه اولین سیگارتو کی میکشی برخواهیم خورد. و دوستان عزیز، رزیدنت های محترم، یه تست خوب برای اینکه اطرافیانتون، دوستانتون، بیماران رو ارزیابی کنین اینه. اصلا خیلی وقت نداری راجع به اون 11 علامت DSM سوال کنی. سوال کن صبح که پا میشی سیگارتو کی میکشی؟ یا تا پا میشم تو همون رخت خواب میکشم. او این سه امتیازیه. او بستگی داره. صبحانه‌مو میخورم، حموم میرم، نمیدونم راه میافتم میرم بیرون، میرسم محل کار میکشم. این صفر امتیازیه. بعضیا میگن اونایی که بالای یک ساعت بعد از بیدار شدن سیگار میکشن اصلا دیپندنس فیزیولوژیک ندارند. پس سوالی بسیار کلیدی. سوال دو، آیا برای شما نکشیدن سیگار در محلهایی که استعمال دخانیات ممنوع است مانند سینماها، هواپیما، مساجد، رستوران و اینا دشواره؟ بله خیر. اونی که میگه نه تو جاهایی که ممنوعه هیچ مشکل ندارم نمیکشم، ولی اون یکی میگه نه اذیت میشم، واقعا اذیت میشم، رستوران میرم تو عذابم، میرم نمیدونم توی هواپیما نشستن برام کلافه کننده است، میرم توی اداره این سیگار بکشم خیلی احساس بدی دارم. این یک امتیاز، صفر امتیاز. ولی مقایسهش کنیم با سه امتیاز اون، یعنی اونو به نظر میومد وزن بیشتری بهش دادن. نکشیدن کدام یک از سیگارها بیشتر برای شما ناراحت کننده تر است؟ اولین سیگار صبح، سایر سیگارهای روزانه؟ این سوال یعنی این، اگه بگن بین سیگارات انتخاب کن، کدومشو حاضری ول کنی؟ کل سیگارهایی که تو روز میکشی یا اونی که اول صبح میکشی؟ میگه نه اول صبحیه برام مهمتره، بقیه یه روز خیلی بهش حساس نیستم، اون صبحیه اصلا یه قداستی داره، یه اهمیت خاصی داره، اون نباشه خیلی زهر مارم میشه، خیلی روز بدیه، ولی بقیه روزا مهم نیست. من مثلا ساعت 12 تا آخر 12 ظهر تا آخر شبم نکشم اذیت نمیشم، ولی اون یه دونه صبحو باید بکشم. یه امتیاز در مقابل صفر امتیاز. روزانه چند نخ سیگار میکشید؟ پس میبینی به سنگینی مصرف بستگی داره. 10 نخ یا کمتر، 11 تا 20 نخ، 21 تا 30 نخ، 31 نخ یا بیشتر. پس ببین شما زیر 10 نخ بکشی و تو یه ساعت اول نکشی و تو مسجد و رستوران و محیط عمومی اذیت نشی، از نظر اونا خیلی وابستگی سنگین نیست. و یه جوری میبینی جنبه های فیزیولوژیک و طب داخلی هم اهمیت داره، چون تعداد نخهایی که میکشی ارتباط مستقیمی داره با احتمال ابتلای شما به برونکیوژنیک کارسینوما یا عوارض کاردیوواسکولار. آیا شما در ساعت اولیه بعد از بیدار شدن بیشتر از بقیه ساعت روز سیگار میکشید؟ یعنی شما یک تمایل به سمت مورنینگ داری، صبح بیشتر سیگارت، آخرهای شب یادم میره ول میشم؟ بله خیر. اگر به قدری بیمار باشید که بیشتر روز را در رخت خواب به سر ببرید، آنفلوانزا گرفتی، عمل جراحی کردی، پات شکسته، آیا باز هم سیگار میکشی؟ بله خیر. یعنی اونی که آنفلوانزا داره یا اسهال استفراغ داره، تو رخت خواب افتاده، استعلاجی هم گرفته، بازم سیگار میکشی یا نه دیگه میتونی بذاری کنار؟ اینم باز یه دونه صفر داره. میگن بیش از 4 بیاری وابستگی به نیکوتین داری. پس بالای 4 وابستگی به نیکوتینه. کافیه شما اول صبح تو 5 دقیقه اول بکشی، 3 پیازشو میاری و طبیعتاً از بقیه هم خواهی آورد و به راحتی شما بالای 40 امتیاز رو داری. 50% مصرف کنندگان روزانه سیگار وابسته به نیکوتین تلقی میشند. یعنی شما اینجوری در نظر بگیر، 50% اونایی که روزانه سیگار میکشن، نه اونی که ماهی یه بار، هفته یه بار میکشه، اگه کسی میگه من هر روز سیگار میکشم، نصفشون رقمشون بالای 4. این برای اینکه یه ایده ای پیدا کنی. پس نصفشون رقمشون زیر 4 میشه، یعنی احتمالاً روزانه کمتر از 10 نخ میکشن و صبح هم خیلی سیگار مصرف نمیکنن. پس این چند تا عدد رو یاد بگیرید، حتی توی کامپرهنسیو و سیناپس هم بهش اشاره کرده. 50% اونایی که روزانه سیگار میکشن وابستگی به نیکوتین دارن بر اساس فاگرستروم، عدد 4 یا بالاتر وابسته حساب میشه و 6 سوال فاگرستروم رو هم دیدید. خب جالبه که سیناپس یه جور متناقض از کامپرهنسیو نوشته،
تو کامپرنسیف همین 50% رو تکرار کرده و 50% به نظر میاد عدد درستیه. من تو ریفرنس های دیگه هم همین 50% رو دیدم، ولی سیناپس 2014 نمیدونم چرا نوشته که 85%شون توبکو دیپندنتن، اونایی که روزانه سیگار میکشن، و این یه کانتروورسیه دیگه، و فکر میکنم 50% درستره. یعنی اگه هر روز سیگار میکشی 50%تون کرایتریای دیپندنس رو پر میکنید و فاگسترومتون بالای 4، ولی تو سیناپس گفته 85%. پس این رو هم به عنوان یه نکته، حالا تستی، نکته برای امتحان اگر میخواید دقت کنید. رقم 50 رقم موثق تری به نظر میرسه. تو کامپرهنسیو 50 هست. تکست های دیگه هم عرض کردم 50 هست. خب اگر شما این کرایتریای فاگرستروم یا فاگرستروم رو در واقع دیده باشید، خیلی طبی داخلیه. چند نخ میکشی، کی میکشی، همین. و یه تعدادی از اونایی که رفتار درمانی، روان درمانی، دید روانشناختی، شناخت درمانی کار میکنن میگن این کافی نیست. اینی که چند نخ میکشی خیلی گویا نیست که مشکلت از چه بابته. برای همین اونا اومدن یه اسکیل های دیگه ای ابداع کردن که من یکیشو اینجا خدمتتون معرفی میکنم. دلیل معرفی هم اینه که شما با منظرهای گوناگون از مصرف سیگار آشنا بشید. فاگرستروم فقط منظر دیپندنس ویدراله، یه جور اون حالت فیزیولوژیکه، ولی مثلا یه پرسشنامه هست که زیاد استفاده میشه، ویزدم 68، ویزدم، منتها ویزدم نگاه کنه او نداره، ویزدم به معنی خرد میشه، ولی اینجا اوشو برداشتن که ویزدم 68 است، که میشه ویسکانسین اینونتوری WI of smoking dependence motives. یعنی در واقع اون پرسشنامه یا اینونتوری ویسکانسین برای وابستگی به تدخین، انگیزه های وابستگی به تدخین، در واقع موتیو های انگیزه هایی که شما چرا سیگار میکشید. و بسیار جالبه، یعنی وقتی نگاه میکنی متوجه میشی که افرادی که سیگار میکشن فقط به این دلیل نمیکشن که صبح پا میشیم بیقراریم یا میکشیم که آروممون کنه، یک طیفی از چیزها رو بهشون میده. و قشنگی و جالبی کار با این پرسشنامه اینه که نشون داده مثلا افراد به دلایل مختلفی شروع میکنن، به دلایل مختلفی ادامه میدن، و در انتهای مسیر مثلا بعد 20 سال 30 سال مصرف سیگار انگیزه هاشون عوض شده و یه چیزهای دیگه هست. و مجموعه انگیزه هایی که سیگاریا دارن اینجا فهرست شده. از هر کدوم از اینا 5-6 تا سوال هست. من این پرسشنامه رو برای شما در دیویدیتون گذاشتم، میتونید نگاه کنید. 68 تا سوال داره. اون 68 هم که میگن مال تعداد سوالاتش هست. مثلا دیده یه تعدادی از افراد انگیزه قویشون affiliative attachment هست. affiliative attachment یعنی اتصال و نزدیکی به دیگران. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو پرسشنامه میگن دلیلی که سیگار مصرف میکنیم اینه که وقتی سیگار مصرف میکنیم دوستای خوبی پیدا میکنیم، رفیقامون ما رو بهتر تحویل میگیرن، تو جمعای سیگاری بیشتر بهمون خوش میگذره، بیشتر دوستای ارزشمندم که خیلی باهاشون جونجونی هم سیگاری هن. اونجایی که افراد سیگار میکشن با هم راحت تری، دلایلشون اینه. پس affiliative attachment. پس میبینی برخلاف اینکه تو نگاه اول پیدا میشه خیلی از سیگاری ها صرفا نیکوتینش رو میخوان، بعضی ها میگن اون بزمش رو میخوایم یا اون دوست بودنش رو میخوایم. سیگاری ها به هم یک نوع تمایل دارن. و فیلم هایی که ادوارد برنیز درست کرده بود یادتونه؟ سیگار رو با هم روشن میکردی، یکشو میدادی به نامزدت، یکشو میدادی به پارتنرت. یعنی در واقع این فکر رو دامن میزنن که این سیگار میتونه باعث اتصال عمیق‌تر ما بشه. اونایی که در پیشگیری از سیگار کار میکنن باید حواسشون به این نکات باشه. انگیزه استفاده افراد از سیگار یه پدیده نیست، خیلی تنوع داره. من توصیه میکنم این پرسشنامه رو اونایی استفاده بیشتر بکنن که رو پیشگیری به خصوص در مراکز خاص مثل مدارس، دانشگاه‌ها دارن کار میکنن، که خیلی ها میگن نیکوتینش مهم نیست. اینی که فندک همراهمونه و به یکی تعارف میکنیم، با این سر دوستی رو باز میکنیم، با هم آشنا میشیم مهمه. و باز جالبه که خیلی ها میگن که واقعا وقتی شما سیگار نداشته باشی خیلی راحت توی مهمونی یا توی بزمی نمیتونی وارد شی، تک میفتی. رفتار اتوماتیک، اتوماتیسیتی، اینم یکی از جنبه های دیگر مصرف سیگاره. ما این رو من اینجا خیلی بحث نمی کنم، توی CBT درمان اعتیاد به این میپردازیم. خیلی از اعتیادها میگن اتوماتیسم توش برجسته است، یعنی افراد میگن نمیخوای من بکشیم و
همینجور که داریم کارمون رو انجام میدیم نمیدونیم چی میشه، یهو به خودمون میایم میبینیم سیگار دستمونه، یهو به خودمون میایم میبینیم دوباره داریم کلوچه میخوریم، یهو به خودمون میایم میبینیم دوباره هروئین زدیم. یعنی انگار اتفاقی که در خیلی ها میفته اینه، در لول ساب کانشس، آنکانشس نه، آنکانشس فرویدی نمیخوایم بگیم، در لول ساب کانشس افراد حواسشون نیست و نشانه های محیطی اونا رو به صورت خودکار به مصرف وادار میکنه. یعنی مثلا حتی طرف میبینه هیچ انگیزه برای سیگار نداره، میاد سر میز وای میسته، قشنگ یه دونه رو میز ور میداره، میزنه، فندکش هم روشن میکنه و میکشه. بعد یه لحظه به خودش میاد، مگه قرار نبود من کمش کنم؟ مگه من نمیخواستم ترک کنم؟ و میگه چی شد؟ میگه جا سیگاری رو دیدم یه دفعه دلم خواست. به این میگن جنبه اتوماتیزم اعتیادها. و خیلی ها معتقدند، اونایی که سی بی تی کار میکنند، میگن اعتیاد با ازمانش، با زمان گذشتن از روش اتوماتیک میشه. یعنی برخلاف اونایی که فکر میکنن خب تو با مصرف سیگار دنبال چی هستی و یک فرایند آگاهانه اتفاق میفته. مثلا طرف میگه من حالم بده، میخوام از این بیقراریم کم بشه، پس میرم یه سیگار روشن میکنم. میگه این نیست، اصلا جریان فکر اتفاق نمیفته، تا حواست نیست این کار رو میکنی. مثل رانندگی کردن، شما مثلا همش برآورده میکنی خب من الان قرار دنده رو عوض کنم، به آرامی مثلا ترمز کنم، لاینم رو عوض کنم که به اون ماشین نخورم، داری موبایل حرف میزنی، حواست هم اینجور دیگه است، قشنگ این کار رو میکنی. و میگن که اعتیادها به مرحله اتوماتیسم میرسه. برای همین شناخت درمانی خالص خیلی کمک نمیکنه. یعنی اینی که چی میشه میری طرفش، مگه این به تو چی میده، مگه عوارضش رو نمیبینی، مگه نمیدونی برات خطر داره، اصلا میگن پروسس سریعتر از اون اتفاق میفته. تو اون چند میلی سکند اول نشانه رو میبینی، دلت میخواد و میری انجام میدی. پس خیلی ها میگن واقعا دست خودمون نیست، نمیتونیم. بعضی ها میگن از دست دادن کنترله، نمیتونیم مصرف نکنیم. یعنی همش میگیم نمیخوایم، ولی تا یه جا میبینیم یه دفعه ارادمون میشکنه و ور میداریم و اون لحظه حواسمون هم هست که نباید این کارو کنیم، ولی مجبور میشیم. بعضی ها میگن یک انتخاب رفتاری است، behavioral choice. میگن وقتی نگاه میکنیم خداییش بین انواع تفریح‌ها این یکی خیلی مزه میده. یعنی بعضیا میگن که خب بیا بریم بیرون مثلا یه قدم بزنیم، میگم نه من میمونم خونه سیگار میکشم. بعضیا میگن که خب مثلا یه اتفاق خوب افتاده بیا وقتمون رو بذاریم، شما برید من هستم، خودم ترجیح میدم ولو شدن رو موب، تماشای تلویزیون و سیگار کشیدن. این یک انتخابه برام و وقتی انتخابای دیگر رو مقایسه میکنم میبینم هیچی به پاش نمیرسه. راستشو بخوای چیزای دیگرم تجربه کردم، ولی این یه لذت خاص داره و آگاهانه انتخاب میکنم. به این میگن behavioral choice. من دارم روی این پرسشنامه مدار کند جلو میرم. دلیلش اینه که این شروع کردن از سیگار، این رو بررسی کردن و دیدن تو بقیه اعتیادام همینه. یعنی تو اعتیاد به مواد افیونی، اعتیاد به شیشه، آمفتامین، فقط شما نباید فکر کنی یه اتوماتیزمه یا یه پدیده دیپندنسه. ده ها پارامتره. یکی از اون پارامترها همونطور که جین هیمن میگفت addiction a disorder of choice، addiction یک بیماری انتخاب، یک انتخابی است که در واقع شما خودت انجام میدی. افزایش توانایی های شناختی، cognitive enhancement. بعضی میگن وقتی میکشم فکرم خیلی دقیق میشه، یه چیزی به عقلم نمیرسه، یه مسئله رو نمیتونم حل کنم، یه سوال برام پیش اومده، یه جای کار گیر دارم، هر کاری میکنم این متن رو میخونم نمیفهمم، میخوام این پیچ رو سوار کنم، این میز رو مثلا مونتاژ کنم نمیشه، با ماشین ور میرم نمیدونم ایرادش چیه، یه سیگار میکشم یهو فکرم باز میشه، فکرم قوی میشه، درس رو خوب میفهمم، مسئله رو میتونم حل کنم. بعضیا میگن وسوسه تجربه میکنیم و اون وسوسه است. من راجع به وسوسه یه دیویدی جدا دادم خدمتتون. بعضیا میگن مواجهه با نشانه هاست، میگن اون چی که منو به سمت سیگار میکشونه دیدن نشانه هاشه، مثلا فندک، جاسیگاری، اصلا ایناست که منو تحریک میکنه و الا همینجوری خودم علاقه به سیگار ندارم. بعضیا میگن تقویت منفیه، مثلا بیقرارم، استراب دارم، سرم درد میکنه، بی‌حوصله‌ام، با کسی نمیخوام حرف بزنم و یکی مصرف میکنم و این حالتهای منفی میره، این میشه نگاتیو رینفورسمنت. بعضیا میگن تقویت مثبته، وقتی میکشم واقعا احساس خوبی به خودم دارم، واقعا شاداب میشم. محرک های اجتماعی محیطی، در واقع نگاه کنید social environmental goads، goads goals نیست، غلط تایپی نیست، goads g o a d s،
GOADS goats یعنی سیخونک، یعنی تحریک. میگه بعضیا واقعا مصرف سیگارشون محرک‌های محیطی اجتماعیه، بقیه میگن بکش، والله من نمیدونم چه جوری ام، اصلا نمیخوام بکشم، تا یکی میاد میگه بکش من میکشم. یه جا میریم خیلی خب بریم سیگار، میریم تو بالکن سیگار بکشیم، منم نمیدونم اتوماتیک راه میافتم، اصلا بس که اینجوری تلس میشم، اینو یه چیزی میگن من انجام میدم، یکی میگه انجام بده انجام میدم. و این تو اعتیاد داره خودشو نشون میده. دیدن خیلی ها هستن که اصطلاحا میگن سوشال انوایرمنتال گودز، در واقع اون سیخونک های اجتماعی که اونا رو وادار میکنه. خودش تو خونه تنها بشینه خیلی وسوسه سیگار نداره، ولی یه جا که میره همین که بهش تعارف میکنن میگه نمیدونم ضعیف میشم. فرایند حسی چشایی اینم جالبه. بعضیا میگن ما دنبال نیکوتینش نیستیم، دنبال این تقویت منفیش نیستیم، اون مزهش رو دوست داریم. دهنمون خنک میشه، دهنمون تلخ میشه، حس میکنیم یخ تو دهنه، یا حتی بعضی جالبه اون احساس نعنا، اون مانتولی که بهش اضافه کردن رو میخوایم، اون حالت تلخیش رو میخوایم. حتی بعضی میگن به دودش احساس داریم، دنبال اون دودشیم، بازی با دودشه، اونه که ما رو رینفورس میکنه، موتیویشنمون بازی با این دوده است. حتی میبینید شکلهای قشنگ دودو میدن بیرون، اونه که ما رو رینفورس کرده. پس تیست سنسوری پروسس. بعضی ها مسئله تحمل مطرح میکنن که هی مجبورم زیاد کنن، و جالبه یه دم انگیزشون از مسئله مصرف سیگار رو افزایش وزن میگن، برای اینکه میگن وزنمون زیاد میشه و وقتی سیگار میکشیم یه ذره اشتهامون رو میگیره. خب پس دیدیم که انگیزه های آدم ها از مصرف مواد دخانی بسیار متنوعه، و من خیلی خوشحالم که این پرسشنامه داره فراگیر میشه، چون وقتی با اعتیاد مواجهیم همه فکر میکنن مثلا خب چی میشه اینا میرن طرف مواد، جوابش اینه پکیج بسیار متنوعی از علائمه. و چی میشه که نمیتونن بذارن کنار؟ آره خیلی ها میگن ما اون سوشال اینتراکشن رو میخوایم دیگه، خب میذاریم کنار دیگه، دوستامون رو از دست میدیم، میذاریم کنار حوصله‌مون سر میره، میذاریم کنار چاق میشیم، میذاریم کنار فکرمون کند میشه، و برای همین نمیتونیم بذاریم کنار. یه پدیده نیست، برخلاف اونی که ساده تر شدهش رو ما تو فگرستروم میبینیم که خیلی به انگیزه های متنوع دقت نداره. خب پس توبکو یوز دیزوردر رو دیدیم، توبکو ویدرال یا محرومیت از مواد دخانی هم جز اون سرفصلایی است که در DSM-5 اومده، و کرایتریاش ایناست. خب طبیعی است که مصرف روزانه دخانیات برای حداقل چندین هفته، یعنی پس میبینیم که در DSM-5 اینی که شما هر روز مصرف کننده باشی رو لازمه ویدرال میدونه، و منطقی هم هست، یعنی اگه شما هر روز مصرف نکنی خیلی بعیده فاگرسترومت بره بالای 4 و خیلی بعیده شما دیپندنت باشی. تازه دیدیم اونایی که روزانه مصرف میکردن 50%شون، البته به روایت سیناپس 85%شون دیپندنت هستن. خب پس مصرف روزانه دخانیات برای حداقل چندین هفته، توقف ناگهانی مصرف یا کاهش آن که ظرف 24 ساعت باعث بروز علائم زیر گردد. پس علائم محرومیت ظرف 24 ساعت ظاهر میشن، علائم محرومیت 24 ساعت بعد از قطع مصرف یا کاهش مصرف ظاهر میشن، و 4 تا یا بیشتر رو در واقع داشته باشی شما ویدرال رو تجربه میکنی. عصبانیت، پرخاشگری و تحریک پذیری ایروتبل میشند، یه جوری حالت انگر دارن، پس ایروتبلیتی ان انگر. استراب، پس ظرف 24 ساعت دچار استراب، تحریک پذیری و عصبانیت میشی. اشکال در تمرکز، خوب نمیتونم فکر کنم، یه جوری تمرکزم رو از دست دادم، دقیق نمیتونم بشم، نمیدونم چیزا رو خوب یاد نمیگیرم، حواسم هی پرت میشه. افزایش اشتها، بیقراری، بیقراری میدونی یعنی یه جا نمیتونه بشینه، رستلسنس، هی همش را میره میخواد وول بخوره، خلق افسرده و بیخوابی. پس نگاه کنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 علامت جزء علائم محرومیت هست که 4 تا یا بالاتر رو ظرف 24 ساعت نشون بده، بر اساس DSM-5 شما وابسته علائم محرومیت توبکو رو دارید. خب چند تا نکته دیگه. 1، تو DSM-4 8 علامت بود، یعنی این 7 تا بود و یه دونه دیگه هم بود، و اونم این بود
کاهش ضربان قلب. اما میدونی کاهش ضربان قلب واقعا خیلی سخته، یعنی چجوری میفهمی ضربانم کم شده؟ آیا مردم مثلا ایکیجی مانیتور داشتن هر روز اندازه میگرفتن که امروز متوجه شدن؟ واقعا نمیشه، ریلایبل نیست. برای همین کاهش ضربان قلب رو از علائم و عوارض قطع مواد دخانی در DSM-5 حذف کردن، ولی اونم قبلا جزش بوده. و طبیعی است که دو تا ترجیح بند همیشگی هم توی این کرایتریا وجود داره. این علائم باعث ناراحتی یا اختلال کارکرد میشوند. میدونین که این همیشه تو همه کرایتریای DSM هست و ناشی از مشکل دیگر طبی یا ماده دیگر نیستن. این هم همون اکسکلوژن هایی است که توی DSM همیشه وجود داره. پس مهمش اینه که اون 7 علامت رو در ذهن داشته باشید که 4 تاش میشه در واقع علائم محرومیت. خب ما راجع به وابستگی به نیکوتین و نیکوتین یوز دیزوردرز و علائم محرومیتش صحبت کردیم. حالا اگر موافقیم بریم قسمت درمان. برای درمان اینها چه باید کرد؟ خب موافقیم یه استراحت کوتاه، خیلی طولانی نه، بعدش شروع کنیم درمان.